دولت مرکزی چین همچنان به سرکوب اقلیت مسلمان اویغور در شرق این کشور ادامه می دهد. این در حالی است که بازرسان سازمان ملل و سازمان های حقوقی وابسته و آزاد اجازه بازدید از ایالت سینکیانگ را ندارند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از عدم دسترسی کارشناسان این نهاد به ایالت سینکیانگ چین ابراز تعصف کرد میشل باشله رئیس نهاد حقوق بشری سازمان ملل در این باره گفت ما به ایالت مسلمان نشین سینکیانگ در غرب چین دسترسی نداریم و از این بابت متاسفیم باشله با اعلام اینکه گزارش نهایی خود درباره وضعیت حقوق بشر در سینکیانگ را به زودی به پایان میرساند گفت ما همچنان به این ایالت دسترسی نداریم و از چین میخواهیم اجازه دهد برای بررسی شرایط مسلمانان اویغور به سینکیانگ سفر کنیم باشله که رئیس جمهور سابق شیلی هم بود افزود من متاسفم که برای تکمیل گزارش خود نتوانستم به طور مستقیم به مسلمانان اویغور دسترسی پیدا کنم با این حال همکاران من با اطلاعات و مدارک موجود از نقض آشکار حقوق بشر در سینکیانگ گزارش نهایی را تهیه کردند که به زودی آماده می شود. چین همواره گزارش های درباره وضعیت مسلمان اویغور را رد کرده و می گوید تنها به مبارزه با تروریسم در این منطقه مسلمان نشین تاکید دارد با این حال گزارش ها از شکنجه و زندانی کردن یک میلیون اویغور و تلاش برای عقیم سازی و کنترل جمعیت در این منطقه بسیار است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز به سنی های تندرو طالبان انتقاد کرده و این گروه را به عهد شکنی درباره برخورد با زنان و دختران متهم کرد. باشله در پایان گفت طالبان به قولهای خود درباره زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی عمل نکرده و در سه هفته گذشته شاهد کمرنگ شدن حضور زنان در اجتماعات افغانستان هستیم.